72-88. با شهرزا تراول از شرق به غرب و از غرب به شرق سفر کنید. چنانچه علاقمند هستید از ایران و یا از هر کجای دنیا به آمریکا سفر کنید، شهرزا تراول برای اخذ ویزای توریستی و دعوت شما برای دیدار از دیدنی‌های لاس وگاس، نیویورک، واشنگتن و هاوایی و بسیاری از ایالات مختلف آمریکا در خدمت شماست. 310-477-9400. و اگر در آمریکا هستید و قصد دیدار از زیبایی‌های ایران را دارید، شهرزا تراول با تورهای بسیار جالب شما را به دیدار از مکان‌های دیدنی شیراز، اصفهان، همدان، کرمانشاه و بسیاری از نقاط دیدنی ایران دعوت می‌کند. با شهرزا تراول از شرق به غرب و از غرب به شرق در دنیا به روی شما باز است. 310-477-9400. برای مدتی محدود شهرزا تراول بلیت سفر رفت و برگشت به ایران را فقط به مبلغ 1250 دلار ارائه می کند. شهرزا تراول. آگهی استخدام. یک سرای زیبا با امکانات بسیار عالی که در شمال کالیفرنیا برای نگهداری بزرگسالان ایرانی از اول جولای 2013 افتتاح شده است، جهت استخدام فوری به مسئول بازاریابی، مسئول آشپزخانه و آشپز، مراقب بزرگسالان با حقوق و مزایای کافی به همراه دوره‌های آموزشی نیازمند است. علاقمندان لطفاً کلیه اطلاعات و سوابق کاری خود را به www.nuractivelearning.org ضمیمه فرمایند. 408-380-40-36. برای خرید یا لیز هر گونه اتومبیل نو 0 کیلومتر 2013 یا 2014 به کمپانی اوسیاتو کانسالتنتس اعتماد کنید. مشاور شما مهندس شهرام سرودی با تخصص فنی و آگاهی کامل اقتصادی در 50 ایالت آمریکا از طریق تلفن و اینترنت در خدمت شماست. سلام، شهرام سرودی هستم، مدیریت کمپانی اوسیاتو کانسالتنتس. برای بهره برداری از بهترین برنامه‌های ویژه لیز و فاینانسینگ و برای مشاوره فنی در انتخاب مناسب ترین اتومبیل از نظر مهندسی، تکنولوژی، ایمنی و کیفیت در 50 ایالت آمریکا از طریق تلفن و اینترنت در خدمت شما است. برای جزئیات خدمات کمپانی ما لطفاً به وبسایت ما www.ocautoconsult.com مراجعه کنید. مهندس شهرام سرودی 949-677-3835 با درود خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه، من آلینا وانسیان، مدیر بازاریابی تلویزیون اندیشه در بخش کانادا هستم. میخواستم به عرض عزیزانی که دارای بیزنس در کانادا هستم برسانم که تلویزیون اندیشه یکی از پربیننده ترین تلویزیون های فارسی زبان در کانادا است. هزینه آگهی در تلویزیون اندیشه شاید کمتر از هزینه آگهی در مجلات لوکال کانادا است، ولی نتیجه صد چندان. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من با شماره تلفن های 818-399-3327 و یا 818-734-7100 تماس بگیرید. پخش پیام های بازرگانی خود در شبکه اندیشه با شماره 818-734-7100 و یا با سایت www.andishe.tv تماس بگیرید.
بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه، درود بر شما. بیژن افتخاری هستم در یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد زیر ذره بین. امروز چهارشنبه 24 جولای سال 2013 برابر است با دوم مرداد ماه سال 1392. امروز روز تولد بندم هست. از تمام دوستانی که محبت کردن، ابراز محبت کردن سپاسگزاری میکنم و متشکرم به خاطر محبتشون. امروز در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر دادخواه خواهیم بود. قبول زحمت کردن. همونطور که استعداد دارید، دوشنبه من به دلیل کسالت نتونستم در خدمتون بودم بیام و نتیجه آقای دکتر دادخواه هم تشریف نیاوردن. امروز محبت کردن و تشریف آوردن. اما بپردازیم به برنامه، به اخبار امروز. امروز اداره اطلاعات انرژی آمریکا خبری رو داد که البته اقتصاددان‌ها مطلع بودن، ولی به صورت عمومی درآمد و خبری است که باز برای کشورمون جنبه منفی داره و اون این استش که وزارت اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که برنده واقعی در تحریم‌ها علیه ایران کشورهای حوزه خلیج فارس بودن، از جمله کشور قطر. بنابراین این رو داشته باشید که متاسفانه خبر خوبی نیست و درآمدهای کلانی نصیب این کشورها شده. از جمله در سال 2012 درآمد حاصل از فروش نفت در عربستان سعودی به 312 میلیارد دلار بالغ شده. میتونید حدس بزنید که با این پول چه کارهایی که در اون کشور نمیشد انجام داد. به هر حال این بر حسرت ما اضافه خواهد کرد، به خصوص که امروز در این برنامه امروز آقای دکتر دادخواه راجع به وضعیت ارزی ایران، درآمدهای ارزی ایران سخن خواهد گفت. اما بریم ببینیم در دنیا چه خبر بود. نفت دریای شمال، نفت برنت 108.42 دلار نسبت به جمعه که در خدمتون بودم 28 سنت کاهش قیمت پیدا کرده. نفت امریکا وست تگزاس اینترمدیت هر بشکه 107.23 دلار نسبت به جمعه که در خدمتون بودم 1 دلار کاهش قیمت. بهای کالاهای فلزات گرانبها افزایش پیدا کرده. طلا هر اونس 1321 دلار با بالای 300 رسید. 26 دلار نسبت به جمعه افزایش قیمت. نقره 20 دلار و 15 سنت در هر اونس، 70 سنت نسبت به جمعه افزایش قیمت. و پلاتینیوم در 1447، پلاتینیوم خوب بالا نگه داشته هنوز خودشو، در با 18 دلار افزایش نسبت به جمعه که در خدمتتون بودیم. بازار آمریکا آنچنان هیجان خاصی نداشت. دا با 25 پوینت منفی، امتیاز منفی در 15542، نزدک تقریبا بدون تغییر. و S&P 500 با 6 واحد کاهش در 1685، نزدک در 3579 بسته شد. در کشور عزیزمون چه خبره؟ دلار یک کمی باز بالا رفت. اسکناس 3165 تومان و حواله 3190 تومان. یورو اسکناس 4190 و حواله 4260. درهم 865 اسکناس و 868 حواله. سکه طلا طرح بهار آزادی، سکه جدید، هر سکه 1,037,000 تومان و طلا هر گرم، طلا 18 عیار هر گرم 102,500 تومان. این هم بود گزارش مختصری از اوضاع اقتصادی کشورمون و جهان. از بفهمید که یک تنفس کوتاهی بگیریم، آقای دکتر دادخواه رو روی خط بیارن که من سوال چند میلیون دلاری امروز ازشون بپرسم. در خدمتتون هستم. خب دوستان عزیز در خدمتون هستیم مجددا. اگر آقای دکتر دادخواه رو ما روی خط بله داریم. جناب آقای دکتر دادخواه درود بر شما، مقدم شما رو در این برنامه گرامی میدارم. درود بر شما و درود بر بینندگان شما، همینطور مجددا تولد شما رو شاد باشد. سپاسگزارم از مهر و محبت جناب آقای دکتر. آقای دکتر، من در بخش اخبار گفتم که امروز
اداره اطلاعات انرژی آمریکا یک داغی به دل ما گذاشت و اعلام کردش که برنده اصلی و واقعی این تحریم ها کشورهای حوزه خلیج فارس بودن. چرا تصویر آقای دکتر رو من ندارم روی مانیتورم؟ بله، گفتش که برنده اونا بودن. اینو داشته باشید. من دو تا خبر رو انتخاب کردم که امیدوارم کارگردان برنامه بتونن این دو تا خبر رو بیارن. و این خبرها یکی این هستش که اعلام میکنه بانک جهانی اعلام کرده که ایران زر 6 ماه هست که اقساط بدهی 700 میلیون دلاری خودش رو به بانک جهانی پرداخت نکرده، ظاهرا هر قسطش حدود 13 میلیون دلاره. و خبر دیگر که همین یکی دو هفته پیش اعلام شد این بود که ظرف 8 سال گذشته 720 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. این دو تا خبر، بله این خبر اول، خبر دوم 720 میلیارد دلار در 8 سال، اینم از نشریات داخل کشور که این رو داده، صنعت جهان صنعت. و خبر اولم وا این هستش که ایران 6 ماه بدهی خودشو نداده، 700 میلیون بدهکاری داره و 79 میلیون پرداخت نشده. من آقای دکتر می‌خواستم از جناب علی خواهش کنم که یه مقداری بفرمایید که واقعا چه خبره، چی شده و این عدم پرداخت بدهی به بانک جهانی چه عواقبی یا به قول ما رشتی‌ها کانسیکوئنسی خواهد داشت، اگر اینو برای ما باز بفرمایید. اجازه بفرمایید که این دو مطلب رو جدا از هم بگیم، برای اینکه همونطور که فرمودید یکیش 720 میلیارد، یکیش 720 میلیون دلاره. این دوتا، یکیش یک هزارمون یکی. اون که پرداخت نکردن، ملاحظه بفرمایید، این برای نیست که برای آبرو و حیثیت مردم ایران و کشور ایران آقای احمدی نژاد دار دستش و به طور کلی دولت ایران ارزش و اعتباری قائل نیست. شما ملاحظه بفرمایید وقتی کارت اعتباریتون میفرستن خدمتتون، بلا فاصله حتی قبل از اینکه موعد باشه سعی میکنین که تمام رو پرداخت کنید. چرا؟ برای اینکه میخواین اعتبارتون حفظ بشه. هر اگر شما برید اون قدیما، بنده تو بازار یادم هستش، اگر تاجر یک حرفی میزد یا یک چیزی رو امضا میکرد محال بود بذاره که بسا انجام نشه، برای اینکه این اعتبارش بود. وقتی که دولت ایران 79 میلیون دلار که ملاحظه بفرمایید در بدترین شرایط بازار نفت برای ایران 79 میلیون دلار مساوی است با درآمد صادرات نفت یک روز ایران، این رو پرداخت نکردن، معلوم میشه که حساب و کتابی نیست، برای هیچ چیز ارزش قائل نیستن، هیچ معلوم نیست کی مسئول چه کاریه. ملاحظه بفرمایید آقای علی شیری فرمودن که در ژانویه معلوم شده که این پول پرداخت نشد، بعد میفرمایند که 3 ماه و خورده‌ای طول کشیده تا وزیر دارایی در واشنگتن به رئیس بانک جهانی گفته که حالا یه کاری انجام بدید. خیلی عجیبه، این آقایون نمیدونن که یک چیزی، یه دستگاه اختراع شده به اسم تلفن، میتونستن تلفنی صحبت بکنن. ایران در سازمان ملل متحد نمایندگی داره، آقای دکتر خزائی مرد دانشمند، دیپلمات برجسته و کسی است که با سابقه کار در بانک جهانی داره. نمیتونستن تلفن کنن به ایشون بگن آقای دکتر خواهش میکنیم بریم ببینیم این جریان چی شده. هیچ ارزش و اعتباری برای ملت ایران، آبروی ملت ایران قائل نیستن. یعنی اون حدی که بقال سر گذر شما برای اعتبارش و ارزش قائل این آقایون قائل نیستن و یک سری حرفای عجیب و غریب تحویل دادن. این مسئله اوله. مسئله 720 میلیون دلار، میلیارد دلار، البته داستانی دیگر است. نمیدونم الان میخواین عرض کنم یا اینکه سوال میکنید. نخیر، خواهش میکنم بفرمایید اگر ادامه مطلب دارید. ملاحظه بفرمایید که 720 میلیارد دلار واقعا باهاش میشد مملکت رو اصلا تغییر داد. اتفاقی که افتاده، باز طبق گزارش خود مقامات ایران، اون چی که گفتن این است که این عمدتاً صرف واردات شده، یعنی آقایون اصلا برایشون مطرح نبوده که این رو صرف سرمایه گذاری کنن یا کار دیگه ای انجام بشه، این کلاً صرف واردات شده. به خصوص که ملاحظه بفرمایید نرخ ارز مرجع تا قبل از این چند وقتی که به حساب شهر شلوغ شد 1226 تومان بود،
در حالی که همه میدونستن که حداقل دو برابر این ارزش داره، یعنی کسانی که دست در کار بودن، کسانی که آشنایی داشتن، کسانی که نزدیک به مراجع قدرت بودن دائما این پول رو گرفتن، واردات کردن و خیلی هم ساده است برای اینکه میتونن صورت حساب درست بکنن و با مقدار زیادیش بخبرو شده. اگر که روزی به حساب رسی بکنن معلوم میشه که خیلی خیلی افرادی که نزدیک به قدرت بودن چه ثروتهای بادآورده ای از همین راه به دست آوردن. اون چه که بوده ثروتی بوده مال ملت ایران، مثل ارثیه پدری ملت ایران بوده، این رو یه دی خوردن و به ریش ملت هم خندیدن. بله سپاسگزارم. از بفهمید من برگردیم سر این موضوع بانک جهانی، چون بسیار پدیده جالبی است، نمیگم کم نظیر، چون کشور دوست و مسلمان زیمبابوه هم دچار این مشکل شد از سال 2000 و نتیجهش هم اون چیزی است که امروز میبینیم در قعر جدول فلاکت یا میزر ایندکس قرار گرفته، برای اینکه وقتی اعتبارتون شما از دست دادید و بنا به وعده بانک جهانی در ردیف بدهکاران بد حساب قرار گرفتید، یه قدم تا خودکشی اقتصادی فاصله دارید دیگه، یعنی کسی که خودش رو در معرض این قرار بده. آقای دکتر، همونطور که فرمودید، این که آقای علی شیری معاون وزیر اقتصاد در جمهوری اسلامی بیاد اعلام بکنه که ما در ژانویه فهمیدیم و سه ماه هم بعد آقای وزیر در نمیدونم نیویورک به کیک گفت که ایشالله گربه است، اینا من فکر میکنم که بیشتر بهانه است، وگرنه مگه ممکنه اینا عقلشون به این چیزا نرسه؟ ماشاءالله در یه شرایطی عقل جن هم به اینا نمیرسه. من فکر میکنم موضوع یه چیز دیگه باید باشه و اون این هستش که احتمالا واقعا در این شرایط 79 میلیون دلار پول یا اسکناس یا نقدینگی برای اینها بسیار مهمه، یعنی احتمالا مسئله نبود این پول هست که باعث میشه تا این حد به گرفتاری خودشون رو بندازن و بدونن که در سطح جهانی چه افتضاحی خواهد شد و چه اعتباری از دست خواهد رفت. اگه فقط مسئله آبرو بود، من معتقدم که اینا براشون آبرو چیز مهمی نیست واقعا، ولی مسئله این هستش که دیگه بیمه هایی که برای ایران میخواد انجام بشه، این کشور پر ریسک میشه، امکان سرمایه گذاری برای حتی کسانی که یه روز سرشون به تیراهن بخوره، عقلشون رو از دست بدن بخوان بیان تو جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کنن، دیگه وجود نداره. امکان گرفتن وام برای اینا وجود، یعنی یه چیز ساده ای نیست که بگیم خب حالا اشتباه کردن آدم های ابلهی هن نفهمیدن. من فکر میکنم این کانسیکونس ها رو اینا میدونن، ولی احتمالاً 79 میلیون دلار که همونطور که فرمودید حتی کمتر از درآمد یه روز ایرانه، حتی در شرایط فعلی، باز برای اینا اینقدر پوله که نمیتونن بپردازن و توش موندن. آیا این احتمال رو میدید برای این قضیه؟ حقیقت نخیر، من فکر نمی کنم که اینقدر کمبود داشته باشه، چون همونطور که فرمودید در عرض 8 سال گذشته 720 میلیارد بوده، یعنی هزار برابر این پولی که اینا الان کم دارن. برای این فقط کافی بوده یک روز شنا بدن. ولی بنده اگه اجازه بدین میخوام یک عرض دیگه بکنم و اون ایست که یک زمانی ملت ایران خودشو با ژاپن مقایسه میکرد، میگفت میخواستیم ژاپن بسیم، بعد صحبت کره بودش. من واقعا احساس یک غمی در دلم اومد که حالا داریم با زیمبابوه مقایسه میکنیم. اون قدیما یه شعری بود میگفتن از دست بوس میل به پا بوس کرده ای، حاکت به سر ترقی معکوس کرده ای. مثل این است که ملت ایران ترقی معکوس کرده، یعنی به جای اینکه با ژاپن خودشو مقایسه کنه، حالا ما ناچاریم با زیمبابوه مقایسه بکنیم. حالا شما فکرشون مثلا زیمبابوه خیلی مزرعه داخل آدمی که مثلا باش مقایسه کنه. ولی در مسئله ای که این هست، من فکر میکنم که مسئله بخوبروس و مسئله عدم یعنی بی حساب و کتاب، وگرنه 79 میلیون دلار برای دولت ایران در هیچ شرایطی نمیتونه مسئله حساب نبود پول باشه. بله آقای دکتر، در چند دقیقه که فرصت داریم بفرمایید که اولا چرا ایران باید وام گرفته باشه؟ آیا خبر دارید که این وام بابت چه پروژه‌ای بوده؟ و حالا این عدم بازپرداختش
چه دردسرهایی میتونه برای ایران به وجود بیاره و چگونه میشه اینو رفعش کرد؟ این بسیار چندین پروژه بودش، یه مقداری برای محیط زیست بود، یکی برای بازساختن زلزله، یک مناطق زلزله زده بود و این کار بدی نبودش که یک مقداری در شبکه جهانی رد و بدی باشه. واقعیت این است که با توجه به درآمد ارزی ایران احتیاجی به همچین وامی نبود، ولی این نشون میداد که هنوز به حساب رد و بدی هست، رفت و آمدی هست و ایران یه همچین امکانی داشت و ازش استفاده کنه. بنابراین این تا اینجا اشکال نداشت، ولی اعتبار از دست دادن واقعا بدترین چیزی است که برای یک شخص، برای یک شرکت و یا برای یک کشوری میتونه پیش بیاد، برای اینکه بعدن در هر معامله ای مخارج برای ملت ایران بیشتر میشه، برای دولت ایران بیشتر میشه. راهش این است که خیلی سریع با تماس بگیرن و حتی اگر شده دو برابرشو بدن این انتقال انجام بشه. من تعجب میکنم که میگن که نشده به خاطر تحریم نشده. چطور وقتی آقای احمدی نژاد 250 نفر همراهانشو میبرن، تمام اون پول هتل رو خیلی راحت میفرستادن، تمام اون خریدهایی که توی منهتن کردن انجام میتونست بشه، تمام خرجای دیگه انجام میشد. وقتی نوبت آب روی ملت ایران شد و وقتی یه مرتبه یادشون افتاد که تحریم وجود داره. پس با باز پرداخت این قضیه این موضوع حل میشه یا هنوز در رکورد یا سابقه ایران باقی میمونه؟ در رکورد خواهد موند. بهترین چیزی نیست که از اون به بعد حواسشون جمع بشه که همچین اتفاقی نیفته. درست مثل همون که ممکنه که آدم یک بار یادش بره مثلا کارت اعتباریشو مخارجشو خیلی سریع پرداخت نکنه، ولی اگر که سابقه رو خوب انجام بده این مسئله پاک خواهد شد بعد از یه مدتی، ولی به هر حال نمیبایست انجام بشه و الان هم بایست همه چی کارا رو کنار بذارن، این ماجرا رو از این رو این لکه رو از دامن حیثیت ایران پاک کنن. بله، بسیار سپاسگزارم از حضور جناب علی در این برنامه آقای دکتر دادخواه و با شما در این بعد از ظهر در شرق امریکا بدرود عرض میکنم. خب دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه فرمودید، متاسفانه به نظر میرسه که اون چیزی که برای مسئولین فعلی نظام اهمیت نداره آبروی ملت ایرانه. به اشکال مختلف باش بازی میکنن. اطلاع دارید که ظاهراً دیروز یا پریروز بود که کشتی حامل پناهندگان ایرانی به استرالیا دچار مشکل شد و رفتار بسیار زشتی که با این پناهنده ها انجام میدن. دلیلش همین مسائلی است که میبینید، اینکه دولت جمهوری اسلامی بدهی خودش رو به بانک جهانی علارغم به قول آقای دکتر درآمد هزار برابری اون عمل نمیکنه و این گرفتاری ها و دردسرها رو برای ملت ایران به وجود میاره. امیدوار هستیم که روزی ملت ایران سرنوشت خودش رو به دست خودش بگیره، به دست توانای خودش بگیره، به دست جوانهای برومند خودش بسپاره و ما از این همه احساس ضعف و خفت در بیاریم. از اینکه به این برنامه توجه فرمودید سپاسگزارم. روز جمعه در خدمت شما خواهم بود. باورت نمیشه چی شنیدم. ستارتک ارزون ترین قیمت تلفن به ایران را اعلام کرده. تهران هر دقیقه ای فقط 1.9 سنت. با کیفیت عالی ستارتک میتونی هم با موبایل هم با تلفن خونه به ایران زنگ بزنی. صحبت کردن بیشتر با صرف جویی بیشتر فقط 1.9 سنت به تهران. الو؟ بله بفرمایین.
یک خبر عالی. به همه بگین، همین الان تماس بگیرین. باورت نمیشه چی الان شنیدم. موجود در فروشگاه‌های سراسر کانادا و به زودی در نیویورک و کالیفرنیا. persianvodka.ca. توجه فرمایید. قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستغلات خود در ایران بیخبرند. کسانی که مدارک و مستغلات خود را از دست دادند. افرادی که املاک و زمینشان توسط سازمان منابع طبیعی بایر اعلام شده. اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا مواد اعلام شده است. و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949-202-7288 949-202-7288. با شهرزا تراول از شرق به غرب و از غرب به شرق سفر کنید. چنانچه علاقمند هستید از ایران و یا از هر کجای دنیا به آمریکا سفر کنید، شهرزا تراول برای اخذ ویزای توریستی و دعوت شما برای دیدار از دیدنی‌های لاس وگاس، نیویورک، واشنگتن و هاوایی و بسیاری از ایالات مختلف آمریکا در خدمت شماست. 310-477-9400. و اگر در آمریکا هستید و قصد دیدار از زیبایی‌های ایران را دارید، شهرزا تراول با تورهای بسیار جالب شما را به دیدار از مکان‌های دیدنی شیراز، اصفهان، همدان، کرمانشاه و